با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، محقق و پژوهشگر گیاهان دارویی. در این برنامه به یکی دیگر از اسرار درمان و طبیعت می پردازیم. با ما همراه باشید تا با گیاه درمانگر العائق آشنا گردیم. العائق یکی دیگر از گیاهان درمانگر در طبیعت محسوب می شود. نام علمی این گیاه دلفنیوم آژاسین می باشد. گیاهی است علفی، زیبا و دارای برگ‌های منقسم به لوبهای دندانه دار. اغلب به علت دارا بودن گلازین خوشه‌ای پرگل در باغ‌ها و منازل کاشته می شود. به حالت وحشی نیز در نواحی مختلف آسیا و اروپا، به خصوص در حاشیه باغ‌ها و مزارع یافت می‌گردد. میوه‌اش پوشینه و پوشیده از کرک است که خود بهترین وسیله تشخیص آن از گونه‌های مشابه هست. دانه‌اش دارای یک ماده سمی قابل استخراج تحت نام آژاسین و آژاکونین می‌باشد. دانه این گیاه اثر درمانی چندان زیادی ندارد، ولی در ایام قدیم از آن به منظور دفع شپش که حامل میکروب تیفوس بود استفاده درمانی به عمل می آمد. این کار البته خیلی خطرناک می باشد، زیرا ماده بسیار سمی دانه ممکن است از راه خراش هایی که شپش در پوست بدن ایجاد می کند جذب شود. این گیاه در اکثر مناطق مختلف ایران به صورت پرورشی یافت می گردد. برگ و گل این گیاه در سابق و همچنین ندرتاً هنوز در برخی نواحی به عنوان مدر، اشتهاآور و ضد انگل مورد استفاده درمانی قرار می گرفته و می گیرد. از دمنوش رقیق برگ و گل این گیاه در موارد آب آوردن، بیماری های مزمن کلیه و مثانه، نگرس و همچنین سنگ کلیه استفاده می شده است. در استعمال خارجی از دانه این گیاه به صورت جوشانده و یا از گرد آن به صورت پماد در رفع کچلی، جرب و دفع شپش استفاده می شده است. به علاوه چنین شهرت دارد که اگر گیاه کامل را خرد نموده و به صورت زماد در زیر شکم ترتیب دهند، از عدم امکان دفع ادرار جلوگیری نموده و دفع ادرار را آسان می سازد. دانه این گیاه سمی می باشد، بنابراین باید زیر نظر پزشک و با احتیاط مورد استفاده درمانی قرار گیرد. به پایان این بخش از اسرار درمان و طبیعت رسیدیم. در برنامه بعدی به شناخت و بررسی گیاه درمانگر زبان پسکفا خواهیم پرداخت. به امید دیدار دوباره و آرزوی سلامتی.